خلوزین، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که میبینمتون. یک سوالی که داشتم اینه که به دلیل پراکندگی هنرمندها در سطح دنیا و اینکه امکانش نیست واقعا تمام هنرمندها در یک جا حضور داشته باشن، برای بزرگ داشته در واقع رفتگان یا کسانی که پیشکسوت هنر هستن، هرشن اوارد اومده سیستمی رو طراحی کرده که در واقع تمام هنرمندها رو به صورت آنلاین دور هم جمع کنه. به نظر شما این آیا مفید هست یا نه؟ نظرتون در مورد موضوع چیه؟ من فکر میکنم یه کار جدیده که بعد از کرونا توی امریکا و اروپا مرسوم شده. ما یه راستش جوون قدیمم، یه خورده با این چیزا آشنایی ندارم، ولی خب از یه نظرم خوشحالم که لازم نیست دیگه برای بزرگداشت پرواز کنم. از الان من استانبول زندگی میکنم، پرواز کنم برم لس آنجلس، ولی خب قدیم اینجوری نبود. تا 2 سال پیش حتی مثلا برای جایزه و جوایز اسکار همه هنرمنده از همه جای دنیا میومدن به لس آنجلس، ولی الان فکر میکنم ایده خوبیه، مخصوصا بعد از کرونا این ایده اومده، ایده خوبیه و من خوشحالم که کارم انجام میدم و بعدم میرم شب توی رخت خواب خودم میخوابم. این درد سفر و اینا دیگه ما انقدر داشتیم توی این سالها، 40 سال گذشته اینقدر ایدا مخصوصا مسافرت میکردیم. الان من خیلی خوشحالم از این داستان و امیدوارم که ویژن اوارد موفق باشه تو این موضوع. بله، خیلی متشکرم. بله جناب خلدین عزیز، سوالی که دارم اینه که آیا گرفتن بزرگداشت چه تأثیری داره و چه کمکی میکنه در عرصه هنر؟ خیلی خوبه، خیلی من خوشحالم که این کار شما شروع کردین. راستش سالها پیش من توی یکی از کنسرتام به سهم خودم از پیشکسوتم خانم جمیله قدردانی کردم سال 2008. بعد از اون یه دونم از آقای بهروز وثوقی شنیدم کردن. چقدر خوبه که هنرمندا تا وقتی زندن این کارو بکنین و قدرشون رو بدونین و اونا خوشحال باشن که حداقل هنوز مردم دوستشون دارن، فراموش نشدن. و به نظر من این کارو باید هر چه زودتر شروع کنیم تا دیر نشده. هر ماه برای یکی از پیشکسوتامون این برنامه رو انجام بدیم که بعد تأسفش نکنیم که ای وای کاش این کارو کرده بودیم. بله، خیلی متشکرم از نظرتون و خیلی ممنون از حضور گرمتون.